بچه 11 ساله 7 سال و نیم تو زندان بود. بعد از او خواهر کوچیک و 4 سال بچه 9 ساله تو زندان بود، آزادش کردم. من خونه یه دارابی بودم که زندگی مخفی داشتم. خانم نرس بود، آقاشم ارتشی بود. هر روز میمه تعریف میکه اینا به ما وقتی که اونجا رفتن گفتن ندونن که شما کی هستیم، که اگر بدونن خواهر محمود هستی میترسن اونجا را خونه میدن. من وقتی که اونجا بودم این زن داداش و خواهر شوهر میمدن بره هم تعریف میکردن از شکنجه که محمود میشون. من هیچ خبر نداشتم که محمود دستگیر شده اصلا، هیچی اطلاع نداشتم. مثل دی یه دفتر کچی برداشتم 5 سال می بود، همه کلوم بود که الان تو سوه به دفتران به دلیلی که بچه کوچولو داشت نتونست بیا اینجا. بعد 5 سال نیمش بود بچم، خوابیده بود، می خوابید رو بالش، بالش رو دندون می گرفت و عشق می ره. می مدن می گفتن از بس محمود چوک برقی بهش می دن، یعنی دیگه هیچی ازش نمونده، میارن بیمارستان میخوابونن، شبا میبرن شکنجه را. 16 رونم از زیر شکنجه دوام آورد، آخرن گونده زدم که بدونم. 6 تا تیر بهش زدیم با بابام گفته بودم 60,000 تا بده تا جسدش بهش. وقتی پدرم میره جسد محمود میگیره، میگیره 9 تا از
دوستای من رو بود و خالی دار میگه یا همه شو یا من محمودم نمیبره محمودم چهار روز چهار شب بچند با پدر و تو سرما 84 سالش بود تو سرما نگهش میدارن با مهود در جسد میرن تو دیابونه شیراز خاک میتونن همون جای هم بلش میکنن سه روز دور میگشه تا بابای من یا یه چوکونی میبینه بهش کمک میکنه که بیا تو شب اینقدر بار اما از پدر و مادرم من جسد سوخته میدم پدرم پول ازش میگیرم من قبر دارم تو جهرم دوتا دخترم که الان زنده هستن تو سوئد هستن دوتاشون قبر دارن تو جهرم برای اینکه خونه آده منو بسوزونم برای اینکه زجر بدم یعنی واقعا نمیدونم چه بگم نمیدونم شما داستانه واقعا قنات جهرم شنیدن که نچهدون قبل از سیه تیر شست منو چه خانم بخارات اگه ممکنه شده به وضعیت جواد رحمانی جواد رحمانی 11 سالش بود به خواهر و یه دونه بچه داشت بچه گرفتن گفتن اعلامیه تو جیبش بوده اولا میبرنش پیش آیت‌اللهی رو منبر گفته بود که اعظم صیادی با محمود وطن پرست با سه نفر دیگه که می شدن پنج تا اینا تو خیابون هر جا دیدیم بکشیم اینا دیگه خون ندارن یعنی به محاکمه لازم نیست بعدا جوابو می گیرن می برنش تو پیش آیت‌اللهی رو چیز بایی می سر میگه که من هیچ کاره بودم میگم که اطلاعیه داشته از همونا دوباره میبرن میکشن به بابا ما زنگ میزنن بیا فردا سو یکی روز فردا سو میگن بیا جسد آیت‌اللهی قاضی شهر قاضی شهر خمینی نماینده یعنی خودش اعلان کرد که آیت‌اللهی حاکم شهره تو کرموش تو کرموشان نمیدونم به چه دلیل اونجا علی دستگیر شده بود به سری بسته بودنش تیر چراغ بعد تو جیلا رو مردا تیر بارونش کرده بودن دخترم جمیله به خونش حمله میکنن که اونجا با یه خانمی بود به نام فریبا جلیله از دو طبقه پرتش میکنن پایین You have names of your main responsible persons for this crime من اسم چند نفر رو میتونم بگم اول اول خمینی خودش که آیت‌اللهی را اونجا نماینده کرد دوم بشارتی جهرمی سومی خلیل آتشی چهارمی محمود پرمیان این چهار پنجتا میتونم محمد گلی این پنجتا میتونم اسم برای همین برای من واقعا مشکله من هیچ شبی تا حالا نتونستم تو این همه سال سه ساعت بخوابم نمیدونم جون آهیلی سنگ که نماردم من
واقعا میخوام از بچه های جهنم بگم که من از جهنم میام. این همه عزیزه مردم کشتم، هیچ که ازشون حرف نزده، چون من الان چند روزه اینجا یعنی هیچ که اسم اونا نبرده. جهنم تو خیابون بچه های مردم میکشتن، مهبود و مقدسی و احمد حکیم نجات رو اسفارت خیابون بستنشون پشت ونیتبار، گوشتشون تو خیابون سر اسفارت خیابون رفت، اینجوری کشتنشون. منوچهر هنری همسند برادر کوچیک و منوچهر خودمون بود که اون از 16-17 سالش بود. منوچهر رو میرن میگیرن میبرن، بعد از عملیات و فروغ جاویدان میکشن. اما منوچهر هنری گرفته بودنش، دلش میکنن، میرن تو خیابون میکشنش، میندازنش تو کنار. 15 شبانه روز دنبالش میگردن، وقتی میبینن میرن یه جا بومی، یا وقتی میرن میرن 17 تا جسد از اونجا در میرن تو کنار، همش بچه های کم سن و سال. خانم بخم برست، اگر ممکنه لیست تمام کسانی که کشته شدن و اعدام شدن رو لطف کنید به ما بگید که در اختیار حتما خیلی من باشه دارید. اگر ممکنه سن رو مارم لطفا کنم بگید. چش خیلی باشه اگر از شما دارید. Page 34.